رهبران آلمان و فرانسه از رئیس جمهوری روسیه خواستند حداکثر فشار بر بشار اسد را وارد آورند تا او از حمله به غوطه شرقی بردارد. رهبران روسیه، فرانسه و آلمان در مکالمه تلفنی در امروز یکشنبه در مورد مبادله اطلاعات و اجرای هرچه سریعتر قطعنامه روز گذشته شورای امنیت توافق کردند. روز شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه برقراری آتش‌بس 30 روزه در سراسر سوریه را به تصویب رساند. این قطعنامه آتش‌بس که شامل امدادرسانی هرچه سریعتر به منطقه غوطه شرقی در حومه دمشق و تخلیه مجروحان و آسیب دیدگان است، شامل گروه‌های شناخته شده تروریستی مانند داعش، القاعده و جبهه النصره در سوریه نمی‌شود. هوشمند میرفخرایی گزارش می‌دهد. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز گذشته در شورای امنیت گفت مذاکرات اعضای شورا در مورد برقراری آتش‌بس در تمام خاک سوریه در حالی انجام می‌شد که منطقه غوطه شرقی شدیدترین حملات هوایی در جنگ داخلی سوریه را تجربه می‌کرد. آمریکا چیزی بیش از اجرایی شدن سریع آتش‌بس در سراسر سوریه نمی‌خواهد. مهم این است که اسد و متحدان او از درخواست ما برای توقف حمله به غوطه شرقی و صدور مجوز رساندن امدادهای انسانی مورد نیاز به آن منطقه تبعیت کنند. ما در این شورا خیلی دیر به این بحران پاسخ داده‌ایم، اما همه ما باید به سهم خود رژیم بشار اسد را برای اجرای تمام مفاد قطعنامه آتش‌بس تحت فشار بگذاریم. روز پنجشنبه 14 عضو این شورا در مورد برقراری آتش‌بس موافقت کرده بودند، اما روسیه نه تنها روز پنجشنبه بلکه روز جمعه نیز با اخلال در کار شورا تصمیم گیری در این خصوص را به تعویق انداخت. خانم هیلی میگوید درخواست‌های ریز و درشت نمایندگی روسیه در سازمان ملل باعث شد تا تصویب آخرین قطعنامه در مورد سوریه چند روز به تعویق افتد، اما از این به بعد همه چیز به رژیم اسد و متحدان آن بستگی دارد. مردم سوریه نباید به خاطر مدت زمانی که نماینده روسیه صرف تنظیم دستورالعمل‌های دریافتی از موسکو می‌کرد، جانشان را از دست می‌دادند. چرا شورا اجازه چنین کاری را می‌دهد؟ می‌توانستیم این قطعنامه را روز چهارشنبه، پنجشنبه و یا روز جمعه به تصویب برسانیم. بعد از تصویب این قطعنامه همه چیز به رژیم اسد، روسیه و ایران بستگی دارد. در مورد تبعیت رژیم اسد از مفاد این قطعنامه به شدت شک داریم، اما آمریکا از این قطعنامه حمایت می‌کند، زیرا می‌دانیم که مردم جنگ زده و بیگناه سوریه چشم به راه کمک‌های انسان دوستانه هستند. منطقه غوطه شرقی که 400 هزار نفر جمعیت دارد تنها ناحیه در حومه دمشق است که هنوز در کنترل مخالفان مسلح است و بخش‌های غربی آن توسط تحریر و شام که از وابستگان به القاعده است اداره می‌شود. واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، ضمن رد کردن اظهارات نماینده آمریکا در مورد اقدامات کشورش گفت نخست این قطعنامه شامل القاعده، جبهه النصره یا سایر گروه‌هایی که تروریست بودنشان به تایید شورای امنیت رسیده نمی‌شود و دوم تمام کشورهایی که به نوعی در جنگ داخلی سوریه دخیلند باید به استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی آن کشور احترام بگذارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سردار محمد باقری رئیس ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت تهران و دمشق به مفاد قطعنامه شورای امنیت احترام می‌گذارند، اما مقابله با تروریست‌ها را ادامه می‌دهند. آخرین قطعنامه شورای امنیت در مورد سوریه پس از یک هفته بمباران هوایی شدید منطقه غوطه شرقی به دست آمد که به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا به کشته شدن بیش از 500 نفر از جمله 125 کودک منجر شده است. هوشمند میرفخرایی، صدای آمریکا.